الان ساشا سوبانی گل شده، آقای مهران مدیری میاد مثلا سریال میسه دراکولا، اولش منو میذاره مثلا. خب چرا باید اینجوری باشه آقای علی جعفری؟ من خودم فرزند این نظام بودم دیگه. خب من پدرم هم جی گفتین آدم دیپلمات و سیاسی بود، چرا من الان باید بیام توی خارج از کشور، تو کشور اسپانیا بیام با شبکه من و تو مصاحبه بکنم و بیام از یه سری از مسئولین ایران بگم؟ تا حالا شما به این فکر کردید که چرا این اتفاق افتاده؟ من شما میگین پرونده من از اولش یک کوچیکترین شروع بکنم، شما میگین من پرونده شما رو نخوندم. من این واقعیت رو دارم به شما میگم. من کشور ترکیه 4 سال پیش کشور ترکیه رفته بودم واسه سفر. من اونجا با یه خانومی آشنا شدم. من اون موقع نه کسی آقازاد برچسب آقازاده ای رو من بود، نه کسی منو میشناخت. یه پیج اینستاگرامی داشتم، کلا 200 نفر از دوستان منو فالو داشتن و پیج من پرایوت بود. من یه لایو اینستاگرامی میذارم، داشتم با دوستان توی لایو صحبت میکردم، حواسم نبود اون پشت اون خانومی که اون تایم من باشون دوست بودم روی تخت خوابیده بود، حالا لباس مناسبی نداشت و من اصلا حواسم نبود چون خیلی ریز اون پشت دیده میشد. من یه کوچولو دوربینم چرخید، به مدت 2 ثانیه 3 ثانیه اون خانم معلوم شد. من که برگشتم بیام ایران، توی فرودگاه امام خمینی منو بازداشت کردن، پاسپورت منو گرفتن، بردنم دادگاه، 2 شب بازداشتگاه منو خوابوندن. جرم تولید و نشر فیلم مستعجن. اونجا برای من یه وثیقه 100 میلیون تومانی یا 200 میلیون تومانی بریدن. من بابای من یه کسی بود خب که اصلا تو هیچ جا منو حمایت نکرد. یعنی من هر موقع منو تو تهران خیلی بارا گرفته بودن، حالا سر هر چیزی، سر کارهای بد نه، سر اینکه دوست داشتم آقا من با دوستان بشینیم مثلا دور همی دختر یا پسر دور هم بودیم یا پلیس امنیت میریخ ما رو همه اینا. من بابای من یک بار نیومد اونجا. منو توی حتی توی دادگاه گرفتن از ترکیه که برگشتم، بابای من اصلا دادگاه نیومد. من دوست من یعنی اومد برای من وثیقه گذاشت. یعنی اگر دوست منم نیومد، من شاید مثلا همون حکمی که آقای مقیسه من داد، من 2 سال زندان میموندم. ما با وثیقه دوستمون اومدیم بیرون، پرونده منو فرستادن دادگاه انقلاب. آقای مقیسه برای من 2 سال زندان بابت این ویدیو رو خیلی ها دیدن، شما تو گوگل هم سرچ کنین میاد. من میگم برای چی؟ حالا من به عنوان یه جوان ایرانی برای چی؟ منی که تا حالا قبلش چنین ویدیوهایی نبوده، هیچ چیزی از من نبوده، برای چی باید برای من 2 سال زندان به خاطر یه ویدیو شلاق ببرن که من بخوام از ایران خارج بشم؟ و عین من خیلی های دیگه هست آقای علی جعفری، خیلی ها. من یکی از دوستای منو 1 سال پیش سر یه داستان خیلی الکی، حالا اسمش رو نمیتونم بیارم، یه انگی به چسبوندن. بنده خدا یه آدم بیزنسمن کارخونه دار داشت زندگیشو میگه، کاری که اصلا نکرده، 1 سال از عمرش توی زندان بود. من دارم میگم برای چی؟ بعد شما میگید چه توقعی، شما چه توقعی از ما دارید؟ خب شما ببینید چیکار کردن با ماها، ما رو تو چه جایی قرار دادن که منی که خودم فرزند نظامم خب اینجوری شدم. پس مشکل از یه جای دیگه است. ببینید خب شماها چی کار کردید با ما؟ منظور از شما، من سوء تفاهم نشه، قصدشون شخص شما رو نمیگم، کلا نظام جمهوری اسلامی، چرا برخوردتون باید یه جوری باشه؟ فضا رو باید یه جوری انقدر ببندید، انقدر بسته کنید که من و امثال من از ایران خارج بشم و دیگه هیچ موقع نتونم برگردم و انقدر تحت فشار باشیم، خواسته یا ناخواسته یه سری حرکات رو انجام بدیم، یه سری حرفا رو بزنیم که باز برای شما خوشایند نباشه. آقای صبحی، من 2 تا سوال از شما دارم. شما زندان رفتین؟ من زندانم رفتم، بله. نه میگم این 2 سال رو زندان رفتین؟ نه خیلی، نه من برای من حکممو برید آقای مقیسه. 2 سال وقتی که حکمو برید، من دیگه گفتم مقیسه است، یه مقیسه کسیه که بالاخره همه میده چجوری حکم میده. متهم میاد بالا میگه چند تا پله اومدی بالا؟ میگه 12 تا پله. میگه خب 12 سال زندان. تو قندونش میگه بشمون چند تا قند هست؟ میگه مثلا 9 تا قند هست. خب 9 سال زندان. حکمان خود شما میگه توی دادگاه قاضیا یلخی همینجوری حکم دارن میدن. من ولی 2 سال برای من زندان برید. قاضی که مقیسه، کسی هم رو حرف مقیسه که حرفی نمیزنه که، نه میخواست 1 سالشه ببره. من آدمی نیستم بخوام برم تو زندان. برای چی باید برم من زندان؟ یکی از دوستان ما به جرم توهین به رئیس قوه قضاییه 3 سال همین آقای مقیسه براش زندان برید. خب ولی وایساد، پرونده‌اش رو پیگیری کرد، انقدر رفت اومد تا اینکه بالاخره من صحبتم اینجاست. چرا مثلا پسر آقای اجه‌ای، کسی به تخلفات پسر آقای اجه‌ای رسیدگی نمی‌کنه؟
چرا آقای اژه‌ای که ببخشید آقای اژه‌ای، خب من رضا اژه‌ای من قشنگ میدونم با کیا داره کار میکنه، با ترامش رو تو فرمانی برج میسازن، تو پارکینگاشو برید ببینید پر ماشینای ان ایکس اتاق هب همه، خب کلی بیزنس. چرا به اینا، به تخلفات اینا کسی رسیدگی نمیکنن؟ چون من به عنوان اتیکت آقازاده رو به من چسبوندن و یه کسی که اصلا ربطی به این داستان نداشتم اومدن منو بولد کردن، حالا از هر سیستمی، سیستم داخلی بود یا خارجی بود، منو بولد کردن که آقازادهای خودشون دیده نشن، کسی که دارن تو ایران این همه خلاف، این همه تخلف، این همه دزدی. من خودم خیلی هاشون رو میشناسم. من بالاخره خود شما میگی من تو صف اول بیت رهبری رفتم، با جلو رئیس جمهور رفتم، جلو همه رفتم و پسراشون رو تقریبا میشناسم خیلی هاشون رو. نه همشون، آدم سالم هم تو ایران خیلی هست، یه رزه ببخشید، آدم سالم تو ایران خیلی هست، آقازاده سالم خیلی هست، مسئول سالم خیلی هست، ولی چیزشون هم هست، فاسدشون هم خیلی هست. هم سالم داریم هم فاسد. من همونا رو میشناسم، چرا کسی به اونا رسیدگی نمیکنه؟ به خدا که ببخشید میونه کلامتون، شما آخه از آدمای سالم هم استفاده نمیکنید آخه یار. منظور شما، خود شما یه مثال زدین، بابای من، خود شما که حالا من که نمیستم بابای منو میشناسین، خودتون خیلی خوب این مثلا با ایشون در ارتباط نیستن، و خود شما گفتین که بابای من یه کاری کردش که اقتصادو تو ایران برد بالا، این همه واردات صادرات. الان چی شد؟ چه استفاده ازش کردن؟ خدافظی کردن باش. چند سال پیش؟ 7 سال پیش، 8 سال پیش پرونده درست میکردن، خب با این پسر کارخونه پرجک، خب علی پرجک، این حرفا این حرفا ساشو به نظر من گفتنی نیست، چون خودت نه باید بگم میشی برای چی گفتنی نه نیست. شما بعد از کسی بیای ببین اگه برای چی گفتنی صحبت وقتی از من از خود من 100 میلیون تومان، 100 میلیون تومان توی اون قیدونی اینا رو بعد همون موقعی که این اتفاق افتاده بود برخورد میکردی؟ ببین من یه طور چون میشناسم دارم میگم، میرفتم دادسرا میگفتم آقای مسئولی واقعا معاونش اینجوری کرده. نه نه ببین خودت میدونی اون شخصی که میخوای اسم ببری اولا آدم سالمیه، من میشناسمش، به هیچ عنوان تو این داستانا نیست. دوم اینکه اتفاقا هیچ هم سالمی، اگه سالم نبود توی ویلای علی پرشه چیکار میکرد هر آخر هفته تو شمال؟ ببین دوستی و رفاقت با اون چیزی که تو داری میگی فرق. این اسمش دوستی نیستش که. چه دوستی؟ وقتی علی پرجک بخواد بفرسته جلو هم من 100 میلیون تو هم بگیره تا پرونده رو ببندین، چه من دوستیه؟ من در این که خیلی جاها در حق تو اجحاف شد و اون در حقیقت چیزایی که بهت وصله زدن یا به هر حال اتفاقاتی که برات افتاد، من خودم دارم میگم دیگه، خیلی جاها در حق اجحاف شد، ولی این که حالا بخوای یه سری افراد نام ببری به ناحق، اینو ناحقه. من بهت میگم چون که یه سری ها رو من میشناسم، واقعا هم میشناسم، چون میدونم آدمای سالمی ان، آدمایی ان که به خاطر این سیستم مثل بزرگی منظور قاضی منصوریه که میگین آدم سالمی بود؟ نه نه خودش میدونه. آها شخص دیگه ای داره. خب کی بوده بگید اسم ببرید ما بدونیم. بابا شما چرا انقدر سربسته؟ نه بذار اسم از کسی برده نشه. اصلا هم آدم سالمی نبود. از دادسرای شدم عوضش کردم بردنش یه جای دیگه. الان من یه ذره فکر کنم اسمش یادم میاد. آقای مخلص، نه این آقای مخلص آبادی که چیز بود، اون چیز آقای شاپور بود. ایشون بازنشست شد، آدم خوش سابقه ای هم هست. اتفاقا بعد از اون داستانم خیلی باش خوب برخورد کردن و اومدن در حقیقت دوباره اعلام به همکاری کردن از با ایشون. ولی دارم فکر میکنم این فردی بذار الان یادم بیاد. آقای اینجا کار درستی نیست اسم بردن از